چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه هم کلامت و برترینم است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدارد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در حال مطالعه انجیل متا هستیم و گفتگومون را ادامه میدیم درباره سفر پررنجی که مسیح آغاز کرد و با صلیب به پایان رسوند قسمت گذشته بخشی از این سفر رو مطالعه کردیم و فهمیدیم همواره نقشه وجود داشت برای قتل مسیح و درباره دو شام گفتگو کردیم شام فسح و همچنین شام خداوند که مسیح پایه کرد و نهایتا درباره زمانی گفتگو کردیم که مسیح به باغ سیمانی رفت دعا کرد و جام رو پذیرفت اما در این قسمت میپردازیم به صحبت درباره محاکمه مسیح و همچنین رفتن او بر روی صلیب ابتدا اجازه می مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما برادر درود بر شما همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف اجازه بدین آیاتی رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید ما تا جایی خوندیم که اونا رفتن عیسی رو دستگیر کنن یعنی فصل 26 تا آیه 54 اما از آیه 55 اینطور میفرماید آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت مگر میخواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید من هر روز در معبد بزرگ می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدس نوشته اند به انجام رسد در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که علما و مشایخ یهود در آنجا جمع بودند بردند پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت های دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند سرانجام دو نفر برخواستند و گفتند این مرد گفته است من می توانم معبد بزرگ را خراب کرده و در ظرف سه روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخواسته از ایسا پرسید آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟ اما ایسا ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگند می دهم به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد همان است که تو میگویی اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت او کفر گفت آیا شهادتی بالاتر از این میخواهید شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید نظر شما چیست آنها جواب دادند او مستوجب اعدام است آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی میزدند میگفتند حالا ای مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است برادر یوسف من هر وقت این قسمت رو میخونم نمیتونم جلوی احساسات و اشکامو بگیرم درسته مسیح در دستان انسان ها بود او خودش را به دست انسان سپرد و زنجیرهای از دادگاهها آغاز شد ابتدا مسیح و به نزد قیافا بردند برادر لطفا توضیحی بفرمایید درباره آغاز این دادگاه ها و همچنین ترتیب اونها یگان محبوب پدر که فرشتگان پرستشش می کنند همان کسی است که ملت ها از منزجر بودند یعنی غلامان رهبران این دنیا این پیشگویی در اشعیا است عیسی اه... مسیح شش دادگاه رو گذروند اون هم در یک دوره زمانی کوتاه من قبلا این روز جمعه طولانی نامیدم چون با وجود اینکه این جمعه 24 ساعت داشت ولی این 24 ساعت مثل روزهای دیگه نبود. ما شاهد این هستیم که اتفاقات زیادی در این روز افتاد. مخصوصا اتفاقاتی که به مسیح مربوط می شدن. شش دادگاه برگزار شد. ابتدا همونطور که در انجیل یوحنا 18 می خونیم او را نزد حنا بردن. سپس او را نزد قیافا بردن که همونطور که در انجیل هم ذکر شده در اون سال کاهن اعظم بود. و بر اساس انجیل لوقا این کار رو در صبح کردند. به این خاطر که تحت هیچ شرایطی نباید دادگاهی در شب برگزار می شد. بنابراین یهودیان سعی داشتند وانمود کنند که احکام کتب پنجگانه عهد عتیق یا تورات را نگه میدارن اما در حقیقت اونها تمام تعالیم و احکام تورات را زیر پا گذاشتند اونها شورای یهود را در صبح تشکیل دادند و رأی صادر شد من فکر میکنم که حداقل دو نفر از افراد شورای پیران یهود قایب بودند یکی یوسف اهل رامه که عضو شورا بود و دیگری نیقودیموس که او هم عضوی از شورای یهود محسوب میشد فکر میکنم اونها میدونستند که شورا قصد داره علیه عیسی مسیح را صادر کنه و امدا در جلسه حاضر نشدند چون همونطور که در انجیل لوقا فصل 22 به این موضوع اشاره شده علیه عیسی مسیح شورایی تشکیل شد بنابراین سه دادگاه مذهبی و بعد از اون سه دادگاه مدنی برای عیسی مسیح برگزار شد. پیلاتوس ایسا را نزد هیرودیس فرستاد و هیرودیس او را نزد پیلاتوس پس فرستاد و پیلاتوس نهایتا رأی ناعادلانه را صادر کرد و گفت با اینکه عیسی گناه مصلوب میشه من به این جمله پیلاتوس فکر میکنم که گفت من از خون این مرد بری هستم بر اساس شریعت تمامی این دادگاه ها ناقص و پر از ایراد بودند دادگاه نباید در شب برگزار میشد اما یهودیان شبانه محاکمه کردند و اینکه به دنبال شاهدین دروغین بودند چون شاهدی باله. وجود نداشت تا بتونن مسیح و محکوم کنند پس این یک دادگاه معیوبه باله. لطفا توضیحی بفرمایید در, شب عید برگزار شد و این هم خلاف سنت یهودیان بوده بله لطفا توضیحی بفرمایید درباره دادگاه اول که نزد قیافا و شورا بود نکته غم انگیز اینه که به قول معروف محتوای کتاب از اسمش مشخصه در آیه 59 میفرماید سران کاهنان و تمامی اهل شورا سعی می کردند. دلیلی علیه ایسا پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند بنابراین اونا نمیخواستن حقیقت رو بدونن و هدف اصلیشون به قتل رسوندن ایسا بود و با خودشون فکر کردند حالا که ایسا جرمی نکرده چطور میتونن این کارو بکنن؟ پس شاهدان دروغین آوردن و این غم وای بر شما ای سران و بزرگان قوم و ای رهبران دینی چرا دنبال شاهدان دروغین هستین؟ علا رقمه که شهادت حقیقت رو دارید یعنی همون شهادت کلام خدا شهادت معجزات و کارهای مهیب و نشانه هایی که عیسی مسیح به انجام رسوند مگر نه این که تمام این کارها نشون میداد عیسی مسیح پسر یگانه خداست پس چرا دنبال شاهدین دروغین هستین؟ به همین خاطر عیسی مسیح که کاملا پاک و بیگناه بود هیچ گونه پاسخی به اونا نداد. مسیح چه پاسخی میتونست بده وقتی که شورای یهود از قبل شاهدین دروغین رو آماده کرده بودن؟ برای همین عیسی مسیح ساکت موند. این عبارت یعنی عیسی ساکت ماند هفت مرتبه در چهار انجیل تکرار شده. به این شکل پیشگویی اشعیا فصل 53 به انجام رسید. مانند برایی که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. این برای عیسی مسیح که لب سخن باز نکرد عیسی تا زمانی که کاهن اعظم او را سوگند نداد از پاسخ دادن امتناع کرد ولی او مجبور بود برای به انجام رسوندن شریعت پاسخ بده به این حکم در لاویان فصل پنج اشاره شده ممنونم استراحتی میکنیم و با پرسش هزار برمیگردیم میفرماید بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. منظور مسیح از این جمله چی بود؟ در حقیقت این اتفاق هنوز نیفتاده یعنی نشستن عیسی در دست راست قادر مطلق و اومدن او بر ابرها و در پایان دوره مصیبت بزرگ رخ میده هنگامی که پسر انسان خواهد آمد و همه او را خواهند دید او با جلال و قدرت مهيب ظاهر میشه انگار که عیسی داره با لحنی جدی به اونها میگه از حالا به بعد شما دچار نابینایی غذایی هستید و این به این معنیه که به هیچ عنوان قادر به دیدن چیزی نخواهید بود تا زمانی که ببینید این شخص که با او دشمنی میکنید و از او نفرت دارید بر ابرهای آسمان میآید و بر دست راست قادر مطلق نشسته پس میشه گفت به مدت دو هزار سال بر قلب های این قوم پرده ای گذاشته شده درسته به مدت دو هزار سال اونها تورات رو میخوندن ولی چیزی نمیفهمیدن به این خاطر که نمیخواستن چیزی ازش متوجه بشن این نابینایی شریعته نابینایی که وقتی ببینند نیسا در پایان دوره هفت ساله در قدرت و جلال ظاهر میشه پایان میگیره و در اون زمان بقیت خدا ترس خواهند گریز او رو تقدیم کرد و رستاخی یافت و به دست راست خدای پدر درسته. به آسمان ها برده شد. اما ملت ها او رو ندیدند. او رو ندیدن. بله. به یاد میارم در بعضی از صحنه ها در دادگاه های اولیه هنگامی که قضات بر روی صندلی قضاوت می نشستن شخص مدعی همیشه در سمت راست می نشست و متهم هم در سمت چپ قاضی قرار می گرفت درسته پس سمت چپ همواره محلی برای اتهام بوده و سمت راست همیشه محلی برای طرح ادعا انگار مسیح میگه شرایط به زودی تغییر میکنه و من در محل متهم قرار نخواهم داشت بلکه در سمت راست خواهم بود در جایگاه شخص بیگناه بله و مهم نیست که این دنیا چند شاهد دروغین فراهم کنه دقیقا. مسیح تا ابد تنها بیگناهیه که با بیعدالتی به مرگ محکوم شد اگر 99 درصد جمعیت جهان بگن که خورشید از غرب طلوع میکنه حقیقت طلوع خورشید از شرق هیچ تغییری نمیکنه درسته در ادامه از آیه 69 تا انتهای این فصل با صحنه مواجه میشیم که پتروس مسیح رو انکار میکنه همه ای ما میدونیم به نحوی مثل پتروسیم و در معرض گناه هستیم اما لطفا توضیح بفرمایید که چرا پتروس شکست خورد و عکس مسیح چی بود دلایل سقوط پتروس زیادن اما اولینش اعتماد به نفس بیش از حدشه کتاب مقدس به ما هشدار میده پس آن که گمان میکند استوار است به هوش باشد که نیفتد پتروس تصور نمیکرد سقوط کنه پس دعا نکرد مسیح به پتروس گفت بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید ما حداقل میتونیم این کار رو برای خودمون بکنیم پتروس بیدار نموند و دعا نکرد چون فکر میکرد شرایط خوبی داره پس اگر شرایط هم خوبه نیازی به دعا نیست پتروس شرایط خوبی نداشت و شرایط ما هم جدا از خداوند خوب نیست چون شما نمیتوانید جدا از من کاری انجام دهید اما تنها دلیل سقوط پتروس این نبود که بیدار نموند و دعا نکرد بلکه همچنین از خداوند دور شد او میخواست که در هر دو سمت پیروز باشه و کسی که این تمایل داره نهایتا بازنده است. پتروس از دور عیسی رو تعقیب می تا اگه گرفتار شد بتونه بگه من با اون نیستم و اگه عیسی به اون نگاه کرد بتونه بگه مطابق قولش در حال تعقیب او بوده. خداوند لنگ موندن بین دو عقیده رو تایید نمیکنه و در نتیجه این کار بازنده میشیم. برادر عکس مسیح بعد از این کار کردن پتروس چی بود؟ یک کار فوق العاده. مسیح به پتروس نگاه کرد ولی چیزی نگفت چون اگه این کارو نمی کرد شرایط پتروس سخت میشد. پتروس گفت منو او را نمی شناسم. اونو با نام صدا بله بگه پتروس اما برای پتروس گرون تموم می شد. ولی با این وجود خداوند ایسای مسیح به نوعی برای پتروس یک پیغام کوتاه یا تلگراف فرستاد. ایسای مسیح به پتروس نگاه کرد. من نمی دونم که در این نگاه چه چیزی وجود داشت. اما سرود پرستشی بسیار زیبایی هست با نام نگاهی قلب که قلب پتروس را آب, کرد. را آب کرد. نگاه عیسی مسیح میتونه هر قلب سخت و سنگی رو آب کنه. من واقعا امیدوارم بینندگان عزیزی که این برنامه رو نگاه میکنن اگر روزی به هر طریقی گفتن که عیسی مسیح رو نمیشناسن مسیح با نگاهی پر از محبت و دوستانه بهشون نگاه کنه. چون مسیح مایل شما را از سقوط نجات ببخشه بسیار خوب شروع فصل 27 با موضوع یک صبحه صبحی که برای اون مردم نوری به همراه نداشت بله بلکه قلبشون پر از سیاهی بود چون نقشه قتل مسیح رو در سر داشتن درسته وقتی صبح شد سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه ایسا را به قتل برسانند پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند و سپس درباره مرگ یهودا می خونیم بله. که یهودا پشیمون شد و اون سی سکه نقره رو به سران کاهنان برگردوند و سپس میخونیم که بیرون رفت و خودشو با تناب حلقاویز کرد لطفا توضیحی بدین درباره این اتفاق سران کاهنان چرا عیسی مسیح رو نزد پیلاتوس بردند حداقل به دو دلیل اولین دلیل ترس از مردم بود چون مردم فکر میکردند که عیسی مسیح یک نبیه او مورد احترام بود پس سران کاهنین ترسیدن و گفتند نه در ایام عید مبادا مردم شورش کنند سران کاهنین میخواستند به پیلاتوس پناه ببرند ولی دلایل زشت و پلید دیگه ای هم داشتن اونها میخواستند مسیح را مصلوب کنند چون برای یهودیان شخص مصلوب شده مل اون محسوب میشه اونها فکر میکردند که با انجام چنین کاری عیسی مسیح برای همه مردم بیارزش میشه ولی نمیدونستند کسی که در تواضع و فروتنی جان خودش را بر روی صلیب تقدیم کرد به زودی با جلال و شکوه بسیار باز خواهد گشت یهودا پشیمون شد بله آیا پشیمونی یهودا و همچنین کاری که پس از اون انجام داد میتونست درمانی باشه برای گناهی که مرتکب شده بود؟ من فکر میکنم که پشیمونی یهودا نمیتونست باعث شفاشه چون مسیح فرمود بهتر بود که هرگز به دنیا نمیامد برای همین من با افرادی که میگن اگه یهودا توبه میکرد مسیح توبهش شو میپذیرفت موافق نیستم برای توبه زمانی وجود داره که خداوند به من و شما بخشیده اگه از این زمان استفاده نکنیم چی به او مهلت دادم تا از هرزگی توبه کند اما به توبه تمایل ندارد پس او را به بستر رنجوری خواهم افکند توبه کردن یهودا نتیجه ای نداشت و او نمیدونست چطور باید توبه کنه به این خاطر که او افسار خودش رو به دست شیطان داده بود تا او رو هدایت کنه شیطان او را به سمت مسیح هدایت نکرد بلکه او را هدایت کرد تا خودش رو به دار بیاویزه و خودکشی کنه یهودا یکی از چهار نفری بود که در کتاب مقدس خودکشی کرد و تمام این چهار نفر پلید بودند و در آینده این نزدیک اونها به همراه فرزند حلاکت یا همون مظهر شرارت زنده به آتش افکنده خواهند شد یهودا به گناهش اعتراف کرد ولی این کار را به شیوه و زمانی نادرست انجام داد درسته افرادی بودند که به گناه خود اعتراف کردند اما این چهار نفر پلید بودن و در گناه خود مردن بسیار خوب ممنونم برادر در آیه 11 اینطور میفرماید در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند فرماندار از او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی عیسی فرمود همان است که میگویی ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد مینمودند جوابی نمیداد آنگاه پیلاتوس به او گفت آیا این شهادت هایی را که علیه تو میدهند نمیشنوی اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد در زمان اید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد میساخت در آن زمان شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود وقتی مردم اجتماع کردند پیلاتوس به آنان گفت میخواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسای معروف به مسیح را زیرا او میدانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کرده اند. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود همسرش پیغامی به این شرح برای او فرستاد. با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم زمنان سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را میخواهید برایتان آزاد سازم آنها گفتند باراباس را. پیلاتوس پرسید پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتند مسلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت چرا چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتند مسلوبش کن وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم شما مسئولید مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد این آیات درباره دادگاهی بود که در مقابل پیلاتوس برگزار شد لطفا اول توضیحی بدین درباره شخصیت پیلاتوس و همچنین درباره انتخاب مردم برامون بگین وقتی پیلاتوس مسیح و باراباس را در مقابل مردم قرار داد اونا باراباس را انتخاب کردند و گفتند مسیح مصلوب بشه در مورد پیلاتوس باید بگم که او شخصیت ضعیفی داشت. او قصد داشت. دوستی خودش را با سزار حفظ کنه بنابراین همه چیز را از دست داد. و فکر میکنم که همسر پیلاتوس زنی قابل احترام بود. این چیزیه که تاریخ مسیحیت به ما میگه و اسم او کلودیا پروکولا بود. برخی او را جز مقدسین میدونن و میگن به مسیح ایمان داشته و به نظر من این محتمله او در بین سخنانش گفت من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم اگه او ایماندار بوده باشه پس از فهمیدن اینکه عیسی رنجهای بسیار دیده و برسلیب شده بیشتر از خوابهاش رنج دیده در حقیقت عیسی مسیح بین زمین و آسمان مصروب شد و در هنگام مرگ ساعتهای وحشتناکی از تاریکی رو سپری کرد در مورد مردم دیوانه باید بگم برخی میگن صدای مردم صدای خداست صدای خدا در کجای این اتفاق شنیده میشه مردم خواستن باراباس آزاد شه و باراباس یعنی پسر پدر ما این رو به خوبی میدونیم که پدر باراباس چه کسی بود شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید او از اول قاتل بود و باراباس هم مثل پدرش قاتل بود او در شورش افرادی رو کشته بود و عیسی مسیح شبان و نیکوه من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند چه شباهتی بین این دو شخص وجود داره؟ اما مردم احمق نه تنها مسیح و باراباس رو در یک قیاس قرار دادن و هم تراز دونستن بلکه اونها باراباس رو انتخاب کردن و خواستند که او به جای عیسی مسیح آزاد بشه برادر یوسف ما میدونیم که این دادگاه کاملا به صورت غیر برگزار شد بله اگر که بیگناهی شخصی در دادگاه ثابت بشه باید اونو آزاد کنن رسته. مسیح هم بیگناه بود بله. و در تمام این دادگاه ها بیگناهی او ثابت شد پس چرا بر روی صلیب رفت؟ چرا باید مسیح در حالی بر روی صلیب میرفت که آری از هر گناهی بود؟ نکته ی ای عجیب اینجاست که پیلاتوس با مردم برای مصروب کردن مسیح مذاکره کرد اما از طرفی مایل بود که اون را به عنوان هدیه ی عید آزاد کنه. این پیشنهادی سیاست مدارانه بود. به این شکل مسیح محکوم به صلیب میشد و به این دلیل محبوبیت خودش را از دست میداد و در این حال پیلاتوس مسئول آزاد کردن او میشد و مسیح بهش مدیون میشد این تفکر پیلاتوس بود اما میبینیم که نقشش عملی نشد و او دقیقا برعکس این نقشه را انجام داد او گفت مسیح بی و و دستاشو در مقابل جمعیت شست و گفت من از خون این مرد بری هستم سپس مسیح رو به صلیب فرستاد تا کشته بشه چون برای اینکه مسیح به عنوان جایگزین و قربانی گناه جانش رو بر صلیب تقدیم کنه می بایست بی گناه باشه این محبتی عجیب و بی پایانه که معادلش در جهان نیست یعنی اینکه یک شخص عادل بهای گناه گناهکاران رو بده ممنونم استراحتی می‌کنیم و با پرسش و هزار برمیگردیم بفرماید سربازان پیلاتوس عیسی را به حیات کاخ فرماندان بردن و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند. چرا سربازان با اینکه کینه بین آنها و خداوند وجود نداشت این کارها را کردند؟ بفرمایید برادر. این آیات نشون میدن که انسان در پس این صحنه و تمام اتفاقات مسروب کردن مسیح حضور داشته. وقتی برای دستگیری مسیح به باغ رفتن او جمله ای گفت که مهیب بود اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست اون سربازان قبلا خداوند عیسی مسیح رو ندیده بودن و حتی اگه او رو دیده بودن عیسی به جز محبت و نیکویی هیچ کاری انجام نمیداد او کسی رو محکوم نکرد و همچنین چیزی جز درخت انجیر رو لنت نکرد که قبلا در مطالعه فصل 21 در این باره گفتگو کردیم و به جز این تمام کارهای او نیکو بودن. پس دلیل تنفر اون سربازان از عیسی مسیح چی میتونست باشه؟ پاسخ محبت و نیکویی رو چه کسی بابدی میده؟ این مشخصا رفتار شیطانیه و مسلما این افراد در تسخیر شیطان بودن. در مزمور 109 آیه 5 میفرماید جواب خوبی های مرا با بدی می دهند و در عوض محبت دشمنی می کنند. علاوه بر این اونها سرباز بودند و شاید درباره سربازها اینطور میگن که اونها خشن و بیرحم هستند یا سادیسم دارند و در کل چیزهایی شبیه به اینها. و وقتی که به قسمتی از انجیل متا برسیم که دو دوز در کنار مسیح مصروب شده بودند می خونیم. حتی راهزنانی هم که با او مصروب شده بودن همینطور به او توهین می‌کردند. اون دو راه زن در کنار خداوند عیسی مسیح مصلوب شده بودند و به هیچ عنوان او را نمیشناختن و از تمامی جهات با او متفاوت بودند بنابراین چرا باید به او توهین میکردن تنها دلیلی که وجود داره اینه که شیطان در اونجا حضور داشته دلیل دیگه ای نیست شیطان یهودا رو تسخیر کرد و او را وادار کرد مسیح را تسلیم کنه و بعد کارش را ادامه داد. او با تمام قدرت و تسلطی که بر انسانها داشت به کار خود ادامه داد. چون که ساعت ساعت انسانها بود و ساعت قدرت تاریکی. برادر در نزدیکی ساحل جلیل شیطان به همراه نیروهایی که داشت بدن اون مرد بیچاره رو تسخیر کرده بود. اونجا شیطان تحقیر شد درسته. اما اینجا شیطان تمام نیروهاش را جمع کرد و انسان هم مطابق میل او رفتار کرد تا به پسر خدا آسیب بزنند. بله. سربازان تاجی از خار بر سرش گذاشتن و اونو شلاق زدن ردای ارغبانی رنگ تنه او کردند و سپس لباسهای اونو پاره کردند. و به جسم مسیح آسیب های فراوانی رسوندن بدن او پاره پاره شد استخونهاش نمایان شد و درد جسمانی وحشتناکی را تحمل کرد ما در قسمت های آینده در مورد کفاره دردهای مسیح بر صلیب صحبت می مسیح به وسیله انسان ها بسیاری رو متحمل شد اما این شیطان بود که در پس خشم انسان قرار داشت. درسته. لطفا توضیحی بفرمایید درباره آیه سی و میفرماید در سر راه با مردی غیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. بعد یوسف آیا این تنها آیه‌ای در کلام خداست که درباره شمعون غیروانی می‌خونیم؟ در بسیاری از اناجیل به شمعون اهل غیروان اشاره شده. همچنین در بخش های دیگه یک کلام خدا به این شخص اشاره شده به عنوان مثال در مرقس 15 میگه او پدر اسکندر و روفس بود. دلیل این که کلام خدا به این موضوع اشاره کرده به احتمال زیاد اینه که اسکندر و روفس ایماندار بودن ولی این موضوع چه همیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ چون اسکندر و روفس به مسیح ایمان داشتن در نتیجه به احتمال زیاد شمعون غیروانی هم به عیسی مسیح ایمان داشته و احتمالا مادر روفس هم ایماندار بوده در رومیان 16 میخونیم به روفس که در خداوند برگزیده است و به مادر او که در حق من نیز مادری کرده سلام برسانید بنابراین متوجه میشیم شمعون هم مثل همسر خودش و دو پسرش یعنی اسکندر و روفس ایماندار بوده آیا این مسئله میتونه اتفاقی و تصادفی باشه؟ نه اینطور نیست. این اراده خدای قادر مطلق بود که وقتی مسیح در راه جلجتا صلیب را حمل میکنه شمعون غیروانی در اونجا حضور داشته باشه میخونیم او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند اما سوال اینجاست حالا که شمعون ایماندار بوده چه کسی صلیب دیگری را حمل کرد آیا شمعون صلیب عیسی مسیح را حمل کرد یا مسیح بود که صلیب شمعون و همینطور صلیب من و شما را حمل کرد سرودی وجود داره که در اون خداوند عیسی مسیح خطاب به ایمانداران میگه سالی من به جای تو بود و همینطور گور من قبر تو بود. حقیقت اینه که عیسی مسیح چه کاری با صلیب و قبر داره من مستحق اونها هستم اما مسیح به جای من بر روی صلیب جان داد ممنونم برادر به امید خدا در قسمت آینده این گفتگو رو ادامه میدیم بریم و با مهمانان درس امروز رو مرور کنیم از این قسمت از برنامه چه چیزی آموختین امروز یاد گرفتیم دو دلیل هست برای سقوط و شکست پتروس اول اعتماد به نفس بیش از حدش بود هر کس گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند و دوم خداوند فرمود بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها به دور بمانید اما پتروس این کارها را نکرد و شکست خورد درسته سران کاهنان و مشایخ یهود خودشون نمیخواستند عیسی را محکوم به مرگ کنند چون از مردم میترسیدند همچنین میخواستند که او مصلوب بشه چون که گفته شده جسد آویزان از دار نفرین خداوند را به آن سرزمین میآورد پس عیسی را تسلیم پیلاتوس کردند نگاه خداوند به پتروس قلب منو لمس کرد با وجود اینکه پتروس اشتباه بزرگی مرتکب شد و خداوندی که سالها با او زندگی کرده بود رو انکار کرد اما خداوند با محبت بینظیرش قلب پتروس را شفا بخشید و با یک چیز ساده مثل یک نگاه خداوند کاری کرد که پتروس از گناهی که مرتکب شده بود توبه کنه برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف خداوند با شما زمان. امیدوارم این کلمات قلب شما را لمس کرده و موجی از محبت خداوند قلبتون رو فرا گرفته باشه تا درک کنیم که بر روی صلیب چه کار عظیمی برای ما انجام شد ممنونیم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشد درد و و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت ای خدا و عبدی و جاودانت تمامی کلامت